با این اصرافی که شما گفتین دیگه کاری نمیشه کرد. بی خودی گفتین به این انبارا سرک بکشین. چرا میشه؟ میشه یه کاری کرد. بیا. مطمئنی تازه است؟ آره جون تو، خودم سر شبی درستش کردم. میگفتی این سربازای انگلیسی میگن چیزای خوبی واسه فروش دارن، راست میگن؟ معلومه که راست میگن. یه چیزایی دارن که تو خوابم ندیدی، یه زیرپیرنایی دارن که از سفیدی برق میزنه، میدرخشه، عاشقشونم. میگم چیزی هم میخرن؟ البته که میخرن، کجای کاری؟ میگم هرچه کاسکوزه شکستی ننت بیار من برات میفروشمش. لاکردارا پولشونم پول نیست که، گنجه. صرافی ها بابت یه اسکناسش یه گوله پول به آدم میدن. خلاصه مشتری دست به نقد عتیق جاتن. خودتو هم تا حالا بهشون چیزی فروختی؟ البته که فروختم، باهاشون معامله دارم، بده بستون داریم با هم. مثلا چیا فروختی بهشون؟ یه سری خرت و پرت و آتشخال و کوزه شکسته و لامپای زنگ زده. نه نمیشه. چی نمیشه؟ هیچی. یه قالیچه داشتم خیلی قدیمیه، مال مادر مادر بزرگم بود، میخواستم اگه بشه بیام به اینا بفروشم پولشو به یه زخمی بزنم. نمیشه دیگه. چرا نمیشه؟ کجای کاری؟ این اجنبی ها عاشق قالی و قالیچه. تو بیار من برات آبش میکنم. خب نه، نه شدنیه. چرا شدنیه؟ ما اون آردارو از اونجا خارج میکنیم، اون وقت یه جای دیگه انبارشون میکنیم، بعد سر فرصت میرسونیم دست مردم. نمیشه. چرا میشه؟ لابد منم باید این کارو بکنم. شما بهتر از خودت کسی رو میشناسی؟ سرکار خانم، شما عیونی، با کلی آدم هش رو نش داری. از میونه اونایی که پیدا کن. اونایی که شما میگی شاید به اندازه مردم بدبخت گرسنه نباشن، ولی حرص و طمعشون برای پول با هیچ چیزی مهار نمیشه. دور و وریای ابراهیم خانم که همه جیره خارشن، پس میمونه دو حالت: یا اینکه دست رو دست بذاریم و ببینیم رزق و روزی این مردم بیچاره میره تو شکم اجنبیا، یا اینکه دست به کار شیم. آقا یوسف، دیشب هم گفتم خیلی از ظاهر دوست و حتی خاطر خواه دارن، ولی هیچ کدومشون به من نشون ندادن برای آرامش وجدان حاضرن تا پای جونشون قدم بردارن. حتما اگرم بگم نه، قضیه دوزیدن توبا رو به ابراهیم خان میگین. آره آقا یوسف، من میخوام به مردم کشورم خدمت کنم. شما بگو چی کار میتونم بکنم؟ پس همین یه کار، همین یه کار. و سلام. مطمئن باش دیگه بعد از این کار هم دیگر رو نخواهیم دید. آقا یوسف، این دیگه چیه؟ دست خوش نیست، به قول خودتون عوضش رو از یه جای دیگه میگیری. اگه اینو قبول نکنین یعنی که میخواین راهتون رو از من جدا کنین. دیروز تو مجلس بحث بود چند هزار پارچه ده که بعد رضاشاه قرار شده بین صاحباش تقسیم بشه، داره این وسط هاپولی میشه. یه چیزی میخوام بگم پیش خودمون باشه ها، خارزاده من نگهبان درباره اینو با چش خودش دیده، میگو روز اولی که اجنبی ها اومدن تهرون یه راست رفتن کابوس اعلیحضرت، عرض ادب کردن و اینا بهش گفتن که جنگ ملل همه کشورها رو خراب کرده، ما هم که الان کسی رو نداریم که تا اسمشو میاری پشت رعیت بلرزه، شما بیا بشو شاهنشاه. الله اکبر. ای خدا بی خبرای عرق نجس، گفتم یه کاسه زیر نیم کاسه شونه ها. آقا با اجازه شما. البته به این سادگیام نیست، رضا شاهی که تا اسمشو میآوردی تزار روسیه پشتش میلرزید و لنگ بنداخت،
آخه میشه بدون اینکه یه تیر در کنه کشور رو بده و بره؟ نه بابا، این حرفا رو میزنن مردم کوچه و بازار رو خر کنن. خارزاده من که نگهبان درباره میدونین که با اون بالایی ها رابطه داره، میگفتش که فردا که رضا شاه ملکه انگلیس رو عقد کرد و اینا شد شاهنشاه بریتانیای کبیر، اون وقت تازه مردم میفهمن قضیه چی هست، که دیگه کار از کار گذشت. ببخشینا، من میگم اینا نقش خود رضا شاست. نه بابا. بله، فردا هم که برگرده مملکت هر کسی که بهش خیانت کرده باشه میندازه تو تنور نونوایی. بله. همه مستظرین که من هیچی نگفتم. ببخشید آم، من الان یه چیز یادم افتاد، باید برم. خدا نگهدار شما. آره برو. منم با عزتون. خدا حافظ. پسر مگه من نگفتم چند تا چایی بردی بیا؟ ای خوشم باشه. تو که میگفتی سیاست اخه، خودمونیم. مامان حرف زدی. آره دیگه، ما هم سیاسی شدی. اینا رو همه رو دیشب تو اون حموم جنی عبر شدی؟ یعنی این آبجی توران با کمالت یه شبه ساختتت؟ بگو بینم چیکار کردی امروز؟ هیچی، چاو کندی مونده منارش. حسین آقا دو تا آلبالویی. دست درد نکنه. میگم این آبجی تورانت عجب انبار نازی رو بهت نشون داده. این پسر ناصر مارمولک. صابر. خیلی خوب، صابر مارمولک هم اونجا بود. کارگر گرفتی؟ 20 عملی خنگ خلصم اجیر کرد. پس آره دیگه، حساب کتاب تو آبجی تورانت بوده دیگه. یعنی بابت 1500 تو گونه ده منی میکنه هر نفر نفری 75 تا. 75 تا با این رستمایی هم که من استخدام کردم کار دو سه ساعتشونه. کامیون هم گرفتی؟ کامیون گرفتم بدون راننده. چرا بی راننده؟ ما کار اونو بلدیم دیگه. خدا کنه بلد باشی. بلدیم. میگم این آبجی تورانت بابت پیش قسط اینقدر به صرفه، دیگه ببین آخرش رو چقدر سیبیلمونو میچربونه. تو هم کمش به فکر لفتولیسی. نمیدونی من چه حالی دارم. از یه طرف هنوز به حرفای توران شیشلنگ نشدم، از اون طرف حرفاشو نمیتونم رد کنم. حالا این وسط عزیزم هم باید هی یه جورایی آرومش کنم. خدا کنه اشتباه نکرده باشه. واسه ما که اومد داشته، فکر نکنم اینقدر ناتو باشه. سلام علیکم. دست درد نکنه. چای تو بخور. اوکی، باید صبر کنیم تا شب که هوا تاریک بشه. حتی چرا گفتی کارگره رو الان بیارم؟ برو بهشون رو باید صبر کنم. من نمیگم، خودت بگو. صبر کن بابا، خودم میگم. سلام. یواش، صدا ازتون در نمیاد. کارمون نصف شب شروع میشه، فهمیدین؟ از کامیون پیاده نمیشین ها. کاری هم اگه دارین همین الان انجام بدین. شام ماری کی میده؟ شامو در شامو گفت. صدات انداختی پس کلده، میگی شام. شامم بهتون میدم. حواستون جمع باشه، صدا از این در اومد از شما در نمیاد ها. و الا از اون 5 تومنی که تهی کردیم خبری نیست. حالا همه با هم یه چشم دشمن کور کن بگید، تا خیال من جذب جفت شه که چی حرفا مالی تو شده. بگید یواش. آفرین. تو کاری باشو نداری؟ نه. ارباب کدام؟ تو رسلا نه ارباب چیه؟ ما نیستیم. یعنی بشی منم ارباب منم. چی شده مگه؟ خب باس بدانیم طرف سلام کیه؟ حالا بذار تو منم. حالا خیالت راحت شد؟ راحت شد. بچه ها هنیشی. راحت شد خیالت؟ هنیشی. یعنی به ما نمیاد ارباب باشیم؟ همین نمیخواستی دیگه. نمیکردی. اینا دیگه کن ورداشت بر دوزی آوردی. خوبم دیگه، تا
ترونو بلد نیستن، اومدن واسه کار. فقط قهوه خونه صادق و بلدن و کور پس خونه رو. توی تاریکی شبم تو خارج از شهر یه انبار مخفی هستن، نمیدونن از کجا اومدن و کجا رفتن. خدا کنه اینجوری باشه، والا کلامون پس هم حرکت هست. همینجوریه، خیال تخت تخت باشه. بچه! چی شد؟ کی ترکید؟ چه کنی برای ما بچه من خودش آمد. حدسش گرفت دیگه. تو بخور. میاد آقا یوسف. خدا تو رو دختر برای من از بهشت فرستاده. اگه زیاد از این حرفا بزنی خودم لوس میکنم. لوس کن، لوس کن که خودم خریدارشم. بیا ببینم عزیز دلم. انتظار داری جار بزنم ایاناس آردایی رو که من احتکار کردم ازم دزدیدن؟ بله؟ نه خیر آقا جون، نمیذارم اینجوری بشه. من سر قولم هستم. درسته، در حقیقت ما باید به فکر ادامه کار باشیم. بله محمد، محمد بجو ماشین روشن کن، خیلی دیرم شد. در خدمت خانم، بفرمی. توران عزیز، انگاری خیلی عجله داری. صبح خیر، دارم میرم دفتر روزنامه. تو خودت خوب میدونی نظر من نسبت به کارت، خصوصا هم کارت چیه. ما قبلا حرفامونو با هم زدیم، شما خودتون به من اجازه دادید. این هوشنگ بدی آدم حرافیه، فرصت طلبه، خطرناکه. نمیدونم چجوری تونسته ذهنیاتی تو رو عوض بکنه. ظاهرا شما نسبت به تمام واقعیت وجودی من و شعورم مشکوک هستین. درباره تو نه، تو دختر باشعوری هستی، ولی انگاری اصلا متوجه نیستی من در چه موقعیتی هم. خیلی ها با اشتیاق انتظار نابودی منو دارن، اینطور نیست؟ ممل. بله. مواظب دختر عزیزم باش، دزدبازار عجیبیه، مرده رو با کفنش میدزدن. چشم آقا. در خدمتم خانم. ای داری چی؟ نمره از تو دفتار یا پایی برش دار؟ شما بوله چه؟
لذت بخشه. بذار نسبت به من مشکوک باشه. وقتی یادم میفته که حضرت اجل با شنیدن اسم من بلغم و سوداش به هم میریزه، حال خوشی بهم دست میده. تو اونو نمیشناسی. هیچ وقت نمیشه فهمید چی تو سرش میگذره. از اینکه غیر قابل پیش بینی میترسم. بایدم بترسی. اون دشمن توی توران تمام اموال مادرتو بالا کشیده. البته نمیتونه سهم تو رو تصاحب کنه، چون هم با سوادی هم اقوام و آشنایانه با نفوذی داری. فعلا داره ملاحظتو میکنه. مثلا من یه دختر ثروتمندم، کلی مال اموال دارم، ولی حتی اختیار خرج کردن یه شاهیشونم ندارم. هوشنگ، نمیتونم آخرین بازی چی میشه. ناپدریت اصلا نمیتونه تصور کنه داره چه بلایی سرش میاد. باید گذاشت تو این خواب شیرین فرو بره. یه خواب شیرین. جان عزیز، تو خدا با یوسف رو دعواش نکنی. تو نگران یوسف نباش. آخه دیدین چقدر خسته بود؟ گناه داره، خدا رو خوش نمیاد. خودش گفت که دنبال کار خیر بوده. حالا یه شب که هزار شب نمیشه. این کار یه شبش بود؟ سه شب آزگار پشت سر هم خونه نیست. نمیگه مادرم با یه دختر جوان تو خونه است؟ اونم از دیروز از که رفته امروز صبح اومده خونه. گفتیم اولین سحر ماه مبارک و دوره هم باشیم. نه، سیادی بهش رو دادم. من اگه تکلیفم و امروز با این تن لش روشن نکردم. عزیز جون، تو رو خدا نگی این خونه خودتونو کثیف نکنی. آخه این که نشد کار. قبل از این توبه نصف و نیمش شب تا صبح چشم به این در بود که آقا کی در به داغونو از خود بی خود میاد خونه. الانم که به قول خودش میگه آدم شدم جون عمش، بهانش کار خیره. بذار من این رفیق بدتر از نارفیقش رو ببینم. همه این آتیشا از گورمون بلند میشه. همه این آتیشا. بیا بریم دختر جون، بیا بریم. دلت برای این نسوزه. بادم جون بم آفت نداره. بیا بیا بیا. عزیز، عزیز، خیلی خوب، پس تحویل بگیر. آخ دلبری دارم به ظاهر شیک و پیک و نونوار، لیکن در زشت خویی همچو برج زهرما. اون به دست من فکر، من از جفای اون شکار میکنم همچون کلاغ از هجر روی آن نگار. قار و قار و قار و قار و قار و قار قار و قار و قار و قار و قار و قار از شکم همچون تو قار و از... پس شبا میری مطربی. خب دایره دنبک را انداختی زبون روزه. نمیگی دختر نامحرم تو خونه است؟ آه عزیز، قربونت برم الهی، الهی دورت بگردم. یکی یه دونه پسر تو چپوندی تو مطبخ گشنه و تشنه. چشمت کور، دندت نر، قبل از سحر میامدی. ای خاک تو سرم، پس ماه رمضون شد. ای داد و بیداد، پس دیگه شکم میکنم تا دم افطار تعطیل. ما که دیشب شام درست حسابی هم نخوردیم. یعنی من اصلا دیشب شام نخوردم. پس نمیخوای بگی دیشب کجا بودی؟ به جون عزیز، بی خود جون من قسم نخور. بابا به جون یوسف، دنبال کار ثواب بودم، دنبال کار بعدی نبودم. با زبون روزه که دروغ نمیگم که. صبح رفته بودم نونوایی، آقا فرج منتظرت بود.
الانم نمیای بالا، یک کله میری بیرون. چشم، شما جون بخواین که چیزی نیست که. یوسف، کار ثواب جای خود، ولی رضایت مادرم شرطه ها. معلومه، معلومه. اصلا بابا بهشت زیر پای مادران است. به خوب زبون نریز. بلنشو، باز لنگه زور شد. بلنشو برو بیرون. آقا یوسف. چه؟ ببخشید. روم به دیوار. میدونم مادر دوستین، ولی تو رو خدا اینقدر عزیز و اذیت نکنید. دیشب تا سحر از چشم انتظاری شما خوابش نبرد. بدون شما هم دلش نیم از سحری بخوره. بی سحری روزه گرفت. حالا لابد میگه این دختر پرو پرو واسه جلوی منو داره زبون درازی میکنه. ولی به خدا بس که دوستش دارم دلم نمیاد غمشو ببینم. همین دیگه، همین دیگه. خداحافظ. آقا یوسف. دیگه چیه؟ برای افطار بیای خونه. روزه باز کردن دور همش خوبه. عزیز ما رفتیم. کلونه در بنداز. خدایا با امید خودت. پرنده دارم آقا. پرنده. پرنده دارم. اوکی. اوکی. What is this? Is? چیزی نیست. چیزی نیست. نیست. نه. چیزی نیست. اوکی. اوکی. That's good. اوکی. حال کرده. اوکی دیگه مستر ها. اوکی. بس حالا اخ کن. اسکن. اخ. اسکن. پول دلار. پول. حد کن بیا. اوه جنسش. اوکی. چی نو اوکی؟ اوکی. نو 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 مستر. نو. نو کمه. نو نو. نو کمه. کمه. بزخری کرد شما. How are you? بز؟ بوز آره بزخری کرد. نو نو خیلی کمه. بذار روش. بذار روش. بذار روش. خیلی کمه. بذار روش. آه اوکی. چی رو اوکی بابا؟ خیلی کمه. نو مستر. نو مستر. بابا دارم بازار گرمی میشید. آقا مال من اوکی. اوکی آقا. هوا میزنه واسه. I don't plan. Very expensive. یعنی چی؟ صبر کن مستر. صبر کن. اونت برم اینا بیا قبوله مال تو. اوکی خیرشو ببین. اوکی رد کن بیا. اوکی اونم بده، اونم بده دیگه. ای بابا برو، فقط به خاطر اینکه بگی سر یه بچه ترونو کلا گذاشتی ها، وگرنه بیشتر از اینا میارزه. خیلیش کلا 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 فروشی نی شوخی نکن. اوکی بفرما. خیلیش. اوکی بای. پول. How are you? گذاشتی تو جیبت پول. اوکی. بابا پولو گذاشتی تو جیبت. پول. میرم صرافی نقدش میکنم سهم تو. خب دو تایی با هم دیگه میریم صرافی. با هم بریم. یعنی تو به من اعتماد نداری؟ دستت درد نکن آقا صابر. آقا صابر من هر کاره باشم مال مردم خور نیستم. اونم سرجازی ننه ننه بزرگ تو. حالا چرا متلک میندازی؟ متلک نمیگم. فکر کردی من خرم نمیفهمم؟ یه قالیچه دارم مال ننه ننه بزرگمه. به جان اصلا خون خودتو قسم بخور. پس خودت مایه بذار. دیگم خنزر پزرای ابراهیم خانو بر نمیاری بگی مال خودمه ها. از آرت هیچی ننوشته. نه خیال راحت. یوسف داره میاد. هیچ جاش ننوشته. سیبه بعد جیبه منه. تو یکی شده. یه جورایی با هم شریک شدیم. جلوی یوسف از این عدو اطفارو در نیاری ها. یه وقت تو زوقش بخوره میره چغلی تو به خانم میکنه. روزنامه روزنامه خبرهای جدید. سر قدش داره میاد. سلام علیکم. سلام علیکم. آقای یوسف خانوم گفتن که دم غروبی جلو گراند هتل منتظرتونن. تشریف بیارید اونجا. باشه صابر برو تو که برو کلی کار داریم. فقط یادت باشه باور رو راست باشی. برو حساب کتاب برو بعد. با اجازت. با
میگم این آبجی تورانت خیلی شنگوله که توی گراند هتل رانده با میذاره. چته؟ چرا سگرما تو همه؟ از آردوزی دیشب هیچی این تو ننوشته. در روز میشاید تو قهوه خونه یه کامیون آرد دو تده بود در رفته بود تو روزنومه. حالا این یعنی چی؟ این خیال یوسف دست خوشو بچسب. از همین الانش چرب و چیلیاش داره از گل سیبیلا میچیکه پایین. یوسف توران چه خوبه، یوسف توران چه ماهه، یوسف پولدار میشیم ما، یوسف عیون میشیم. راستی این ده دوازده تا کیسه آردی رو که نگه داشتی این حکمتش چیه؟ ها؟ آقلا شاید فکر کردی ضرر میکنی بابت بالا بود نگرش داشتی. آره دو دقیقه نفستو ببر، خودت میفهمی برای چی نگر داشتم. بریم بریم بفهمیم. بریم بابت کار ثواب مزاحمت شدم. یه ده دوازده تا گونی آرد رسیده دست من که انگار مال خودمه، باید برسه دست محتاجش. گفتم که کی بعد شما؟ دیدم که شب و نصف شب هم رزق و روزی میرسونی دست مردم دست بدهم. حالا اگه صلاح میدونی ما هم بازی. تو این بانفسای قحطی که یه دونه گندم هم حساب کتاب داره، این همه آرد دست شما بی حساب کتاب نیست. اونم حلالش برکت سفره مردمه. آیوسه دست درد نکن آقا فرج، این آرداج آدم دست و پا خیلی رسیده به ما. دلگیر نشو از ما، منظورم به شما نیست، منظورم به اون آدمیه که این همه آرد و هبه کرده به شما. ما هم گناه مردم رو نمیشوریم، ولی وظیفه داریم که رزق شبهه دار نذاریم تو سفره مردم. شما هم که از بیاردی مغازه رو بستی تعطیلش کردی. گناه مردم گشنه چیه؟ بذار این آردا باشه که غروب که میان برای سفره افطارشون نون بگیرن ناامید نشن. انگار که مالیه با نکدار بازاره که آب میفروشه به سیلوهای دولتی. اینم از تعمونده بارش خیرات کرده بابت کسری ترازو خودش و سیلو. حالا حلاله؟ بریم اصغر علی علی آردا تا یه روب دیگه اینجاست. باجزه جاش خیلی بیسته. تو میبینی ابراهیم خان افتاده تو هچل، بی خیالش نشده ولی یه جورایی پاگیر بوده که خبرشو به روزنامه‌ها نداده. دل کن یوسف، تورانو بچسب، جون اصغر به دلش نشستی، وگرنه اینجا بود قرار نمیذاشت که. معذبم اصغر، باید خیالم راحت بشه بهم دروغ نگفته. یوسف خرابش نکنی یا ما مرده شوریم، چی کار به بهشت و جهنمش داریم؟ من کار دارم، یه هم آدم خودم بودم، حالا هم باز مطمئن باشم که خرمالی مبتکی بر یه آدم ناتو نکردم. یوسف نونمونو آجر نکن، یه سفره پهن شده بسا بخوریم. ماشین ابراهیم خانه. آقا یوسف آبجی تورانت هم توشه. چون عزیزت خرابش نکنی. سلام علیکم. یه کارت دارم. سلام. سلام. کارتون عالی بود آقا یوسف. شما لطف دارین. ابراهیم خان بعد جوری معذب شده، میخواد بقیه آردای احتکار کردشو هرچی زودتر به پول خارجی نزدیک کنه. به نظر شما چیکار باید کرد؟ باید بذاریم رزق و روزی این مردم نصیب خارجی هاشه؟